هموطنان عزیزم که تاکنون ما را همراهی کردن صحبتان به زیبایی گل نرگس و شما خوبان هستیم در بخش اخیر برنامه و حضور یکی از دختر خانمای توانا را با خود ما داریم که تابلوهایی که با خودشان آوردن استودیوی زیبای صفحه فردا را هم زیباتر ساختند و انشالله در رابطه به تابلوهایشان و اینکه هنر نقاشی را هم فعلا فرا گرفتن و در کنارش هنر شبکه کاری را هم کار میکنن و بیشتر از خودشان خواهیم پرسید و امیدوار هستم شما هم در تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی بکنین. مهمان عزیزی دعوت کردیم، مریم جان علیزاده. صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدین. صبح شما همچنان بخیر. مریم علیزاده هستم و در بخش هنر فعالیت می‌کنم. بسیار عالی، خیلی خوشحال هستیم مریم جان از اینکه شما را در کنار خود داریم. همونطور که من هم یاد کردم در حال حاضر هم خودتان نقاشی میکنین و در کنارش هنر شبکه کاری را هم فرا گرفتین. بین در رابطه به این دو هنر از خودتان بشنیم که چند مدت میشه که نقاشی میکنین و در کنارش هنر شبکه کاری را هم شروع کردین؟ تقریبا مدت 1.5 سال میشه که ما در بخش هنر رو آوردیم و هنر رسامی را یاد دارم، شبکه کاری، همچنان میناتوری بسیار. در بخش ختم بعضی فعالیت هم. بسیار عالی، یعنی در کل تمامی هنرها رو دیگه خودت فرا گرفتی، درست؟ از این هم صحبت داشته باش که از کجا انگیزه پیدا شد و اینکه خب هر کدام ما زمان که کار شروع میکنیم نیاز به یک انگیزه داریم، که انگیزه خودت از کجا به وجود آمد که خواستی رو بیاری به این هنر زیبا؟ من از طفولیت شوق علاقه داشتم در بخش رسامی. حتی در مو وقت خود تصور میکردم با موسیقی رسامی، با برسا، پلیت رسامی، به می چیزا خود تصور میکردم و وقتی که پیش استاد اسدالله خدری رفتم و در اونجا باز خوبتر یاد گرفتم. بله، بسیار عالی. من از هنر شبکه کاری دوستا یاد کردم که نمونه خیلی زیبایی هم در کنار من هست و دوست دارم از خودت مریم عزیز بیشتر بشنوم. تابلوی فوق‌العاده زیبا هست، خیال تو مرا بی خیال عالم کرد، درست؟ بسیار عالی، صحبت داشته باش. این تابلو را دیشب کار کردیم با رنگایش از با پوستر کالر، رنگای میناتوری کار شده، همچنان این با عرق کار میشه و تخته. بسیار عالی. چوب کاری که میکنیم در شبکه کاری باید کدام نوع چوب باشه؟ میتونه چوبای مختلف باشه، ولی این را که ما کار کردیم با چوب تخته لاسانی کار شده. تخته لاسانی، بسیار عالی، کار فوق‌العاده زیبایی هم هست. و در چند ساعت کار کردی؟ اونطور که خودت گفتی دیشب کار کردی، درست؟ چند ساعت بتمام بشه؟ 6 الی 7 ساعت. 6 الی 7 ساعت، 7 ساعت زمان زیادی هم برده. ظرافت بسیار داره، ظرافت و اینکه باید دقیق باشی و که خوب کارت بیایه. و یکی از کارهای زیبای مریم عزیز که نام خودشان را نوشته کردن هم هست در کنار من و در چارچوکاتش فکر کنم هنر میناتوری هست. بله، صحبت داشته باش روی این هم. چارچوکاتش هنر میناتوری هست و خطش هست که خودم نوشته کردیم و این مدت تقریبا 2 ماه کار کردیم و رنگای زیک هست، رنگای پوستر کالر هست مخصوص میناتوری با کرم ترهاش بادستن. بسیار عالی. ترهش دیگه تره از خودت بوده که خودت خلق کردی، درست؟ بله. بسیار خوب. و یک تصویری که خیلی زیبا هست از نقاشی هم بر دوستان نشان بدم، عکس یک پیرمرد هست. صحبت داشته باش روی این که نقاشی کردی و این که پنسلی هست یا هم زغالی؟ پنسلی هست. ایران مدت 2 هفته کار کردیم رسامی با پنسل. از تصویرش بسیار خوشم آمد، یک امی فرهنگ یا لباس محلی افغان ها رو نشان میده. بله، بسیار عالی، خیلی زیبا هم کار شده. تابلویی که فوق‌العاده زیبا هست دیگه دوستا از اتاق فرمان میگه که خوب است روی ازی صحبت بکنیم. در رابطه به این هم صحبت های خود تا میشنیم. این تابلو با سبک میناتوری و رسامی یک جای کار شده، همچنان در این رنگ طلا استفاده شده و اسب یک حیوان است که من بسیار خوشش دارم. یک تابلوی خورتره که دیگه هم از اینجا که وام از پس و این زیادتر ما در بین تمام کارهایم دوستشان دارم ولی این زیادتر. بله، بسیار عالی. از این هم صحبت داشته باش مریم عزیز، اینکه در این تابلوی که خودت نقاشی کردی
چگونه ایده در ذهنت آمد یا هم انگیزه از کجا پیدا شد که خواستی هم در کنارش میناتوری کار بکنی و هم نقاشی؟ ایر از روی مدل کار کردیم و وقتی که خودم مدل زیر دیدم بسیار زیاد خوشم آمده بود. اما قسم گفتم یعنی بیننده های دیگه هم که میبینن یا کسای دیگه که میبینن اونا هم خوششان میایه، با خاطر ما ایره کار کنیم. اسب بسیار سبک کلاسیک است و یک اسب بسیار مفید. بله بسیار. به مدت چند روز تمام شد؟ سه روز روی ای تابلو هم کار کردی. بله دوستان هم سایر تابلوها رو به نمایش گرفتن، اما در دوستان میگن که لحظات پایانی برنامه هست. من دوست دارم که این تابلو را هم برای دوستان نشون بدم از کار میناتوری هست و که فوق‌العاده زیبا هم هست و در رابطه به این هم صحبت داشته باشیم. این تابلو هم میناتوری است که دوره شمسه کار شده و در بنچ هم فکر کنم لا اله الا الله محمد رسول الله. بله بسیار. فکر کنم در میناتوری بیشتر از رنگ طلایی و رنگ لاجوردی بیشتر استفاده میشه. بله. بسیار عالی. خیلی تشکر از خودت مریم عزیز از این که حضور پیدا کردی در برنامه ما. تابلوهایت هم که فوق‌العاده زیبا هست و این که یک شعر را هم آمادگی گرفتی درست که در لحظات پایانی برای ما تقدیم بکنی. آماده هستی؟ بله. بفرما. درگیر تو بودم که نمازم به قضاره، در من غزلی درد کشید و سر زاره. سجاده گشودم که بخوانم غزلم را، سمتی که تویی عقربه قبل نمار. در بین غزل نام تو را داد زدم داد، آنگونه که تا آن سر این کوچه صدارم. بیرون زدم از خانه یکی پشت سرم گفت، این وقت شب این شاعر دیوانه کجا رفت. من بودم و زاهد به دوراهی که رسیدی، من سمت شما آمدم و سمت خدا رفت. با شانه شبی راهی زلفت شدم، اما من گم شدم و شانه پی کشف تلارم. در محفل شعر آمدم و رفتم و گفتم، ناخوانده چرا آمد و ناخوانده چرا رفت. میخواست بکوشد به فراموشیت این شیر، سوزاندمش آنگونه که دودش بفنم. بسیار عالی. خیلی تشکر از خودت مریم عزیز در کنار که نقاشی میکنی، هنرهای زیادی را هم در حال حاضر فرا گرفتی. هنر دکلاماتوری را هم قصد داری که فرا بگیری یا هم خیر؟ بله ها قصد دارم. انشالله که بتانی به همه اهداف و پلانهایی که داری دست پیدا کنی. خیلی کوتاه پیام آخر تمام میشه. اولتر از همه میخوایم یک تشکری خاص داشته باشیم از استاد بسیار ارزشمند و گرامی ما، استاد اسدالله خدری، که بسیار ما را همکاری کردن و بسیار تلاش کردن بالای ما و همچنان پیام ما میاد به کسایی که میخواین در بخش هنر رو بیارن و یا کسای دیگه. همیشه علایقتان را دنبال کنین، نمیتانم یا نمیشه را زندگیتان در کل حذف کنین، بخاطر که انگیزی آدم را پایین میاره و چیزی را که دنبالش هستین اهدافتان را دیم. بله تشکر از خودت مریم عزیز از این که حضور پیدا کردید.